رویترز: تظاهرات شورای ملی مقاومت علیه رژیم ایران همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ در اودنپلاتس برگزار شد. خبرگزاری آلمان DPA 27 بهمن 1402: منتقدان حکومت ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه آغاز شد، در تظاهراتشان نسبت به موجی از اعدام‌ها هشدار دادند. حامیان شورای ملی مقاومت ایران در تجمع اعتراضی خود صبح جمعه با فاصله کمی از محلی که رهبران جهانی گرد هم آمده بودند، از سازمان ملل و شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی خواستند تا اقدامات قاطع‌تری علیه رژیم ایران انجام دهند. معترضان کارنامه وحشتناک حکومت ایران را محکوم کردند و گفتند که تنها در ماه ژانویه حداقل 83 نفر اعدام شدند. از زمان آغاز جنگ در منطقه تا کنون 400 اعدام صورت گرفته است. شرکت کنندگان در این تظاهرات گفتند جامعه بین المللی باید فوراً اقدامات مؤثری را برای توقف موج جاری اعدام‌ها در ایران انجام دهد. آنها به طور مشخص خواستار اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، فعال شدن مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه پروژه‌های هسته‌ای رژیم ایران و طبقه بندی دولت ایران به عنوان تهدیدی برای صلح جهانی شدند. علاوه بر این خواستار این شدند که مبارزه مردم ایران علیه رژیم در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود. شورای ملی مقاومت ایران در سال 1981 تأسیس شد و هدف آن پایان دادن به حکومت دینی در ایران است. رهبری رژیم ایران به کنفرانس امنیتی دعوت نشد، اما تعداد زیادی از سران کشورها و دولتها و همچنین سیاستمداران از سراسر جهان تا روز یکشنبه در مونیخ میهمان کنفرانس امنیتی خواهند بود. اسوسییتد پرس: تظاهرات علیه رژیم آخوندها در مونیخ. روزنامه زوددویچه سایتونگ 27 بهمن 1402: کنفرانس امنیتی در تصاویر، مونیخ در وضعیت اضطراری، افسران پلیس روی پشت بام، کنترل‌های شدید در مرکز شهر کنفرانس امنیتی مونیخ را تحت کنترل می‌گیرند. تظاهرکنندگان آماده هستند. صبح روز جمعه مخالفان حکومت ایران در اودئون پلاتس تظاهرات کرده و نسبت به موج اعدام‌ها هشدار دادند.